نوستالژیا. اسم من فهمیه، اهل ترکیه هستم. 25 سال پیش با برادر کوچکم در دیار غربت سرگردان شدیم. من و برادرم هندوستان، ایران، عربستان و خلاصه همه جا رو گشتیم و آخرش بعد از اون همه گشت و گذار یکی از شهرهای غربت رو انتخاب کردیم. در اونجا برادرم ازدواج کرد و خداوند دوتا دختر به اون عنایت کرد. بعد از مدتی برادرم در یک حادثه جان سپرد و از اون روز به بعد پدر اون دو دختر من شدم. کارم خیلی خوب بود. در یک مدت کوتاه ثروت فراوانی به دست آوردم. موقعی که میخواستم از استانبول برم، یک برادر بزرگتر از خودمم داشتم، ولی اون همراه ما نیومد و همونجا تو استانبول موند و تا به حال از اون هیچ خبری ندارم. حالا دخترها بزرگ شدن و موقع ازدواجشون رسیده، اما قبل از اینکه اونها رو به دانشگاه بفرستم دلم راضی نمیشه شوهرشون بدم. دلم میخواد اونها خودشون رو خوب درک کنن. خلاصه تمام کارامو به شریکم واگذار کردم و به استانبول برگشتم. حالا خوشحالم که بعد از 25 سال که از این شهر دور بودم به شهر رویاها و بهشت آرزوهام استانبول قشنگ برگشتم. ای دختر، همونجا وایسا. حضرت آقا الان تشریف میارن. فقط یه خورده دندون رو قلبت بذار. بسیار خوب آقا. ای شیطون، ای شیطون بلا. بله، نفهمیدم. خفه شو. ای بند اونجا حالتون بلا تو خفه شید. اون دختر پرستار مخصوص شماست آقا. من خیال کردم کلفت مخصوص شما سموجی. ولی آقا پرستار مخصوص خواستن، نه کلفت مخصوص خانوم. من کی از تو پرستار خواستم؟ پس این دفعه دست گل آب داده. نه والا، من دست گل از آب گرفتم. ببینید قربان، خودتون دستور دادید، منم اوامر شما رو اطاعت کردم. آه بس دیگه احمق، من به تو گفتم برای برادرزاده هم یه آشپز بیار، تو رفتی برای من یه پرستار آوردی؟ ناراحت نباش دخترم، این مباشر من گاهی اوقات احمق میشه. مرد خوبیه، درستکار، مهربان، فقط مغزش یک کمی معیوبه. به هر حال میبخشید. آقای محترم. بله دختر جان. نه این غیر ممکنه. خواهش میکنم بگید چه شده. ممکنه باور نکنید، ولی اون از گرسنگی قش کرده. از گرسنگی؟ حتما رژیم گرفته لاغر بشه عمو جون. شما برید برون ببینم، جلسه باشید زودتر. فعلاً استراحت از هر چیزی برای تو بهتره. معذرت میخوام، من شما رو ناراحت کردم. برای اینکه بدونی اشتباه فکر کردی، باید بگم تو از امروز منشی و پرستار شخص من هستی. چی فرمودی؟ مگه نشنیدی دخترم؟ از این ساعت به بعد کار تو شروع میشه. تو رو برای پرستاری خودم استخدام میکنم. راستش این روزها من چندان حال خوشی ندارم. به یه دختری مثل تو احتیاج دارم. معذرت میخوام، میتونم یه تلفن بزنم؟ البته. الو، بفرمایید خانم. اینجا اغذیه فروشی لوکسه، درسته؟ با پدرتون کار داشتی؟ بیا دخترت. متشکرم. الو، بله دخترم.
چی میگی جانم؟ بابا جون، من استخدام شدم، موفق شدم، دیگه اجاره خونمون رو سر ماه میتونیم بدیم. خوشحالم دخترم، یادته که بهت گفتم خدا همه بنده هاشو دوست داره. شکر، خدا رو شکر. شب منتظرت هستم دخترم، دیگه میتونیم هر روز صبحونه بخوریم، دیگه نون خالی نمیخوریم. معذرت میخوام. خواهش میکنم. حالا بلند شو برو یک قلم و کاغذ بیار، میخوام یک آگهی بنویسم بدم روزنامه ها. این آگهی خیلی مهمه. متنش اینه: یک خانواده ثروتمند میخوان دخترشونو برای کنکور دانشگاه آماده کنن. احتیاج به دو معلم کارآزموده دارن. معلمینی که میخوان تدریس کنن باید در موقع مراجعه مدرکشون همراهشون باشه. مگه تو دیوونه شدی؟ اگه عمو جون گوش کنه چی؟ برو بابا، چی داری میگی؟ مگه هر کی تو خونه باشه تلفن رو ور میداره؟ با این ندونم کاریا تا آخرش یه کاری دستمون میدی. اینقدر ترسو نباش خواهر جون، اصلا تقصیر منه که هر جا میخوام برم تو رو همراه خودم میبرم. حالا واسه ببین چی بهش میگم. نکنه قطع کردی؟ الو، سهیلا، توی عزیزم، نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده. مگه ممکنه سراغتو نگیرم؟ قسم میخورم، باور کن، شب و روز به فکرتو هم. بازم حرفای همیشگی. میدونی که من عاشق خودت نیستم، بلکه عاشق این حرفای تو هستم. همین امشب؟ نمیدونم، لیلام هست. خیلی خوب، خیلی خوب. رئیس جون، امشب با هم هستیم، خواهرشم میاره. کمیسیون خوبی باید بهم بدیم. چی داری میگی؟ مگه وضعشون خیلی رو به راست؟ مهرکن رفیق، مهرکن. اول پولتو رو کن. قبولم دارم. پدر نامزد آیندم بازی میکنم. خب حالا چه میگی؟ دیگه کسی هست اعتراض کنه؟ کسی هست؟ مادرم مریضه، به نظرم سرطان گرفته باشه. فکرشو بکنید، اون مادر منه، اون پیرزن همه چیز منه. خواهش میکنم آقای مدیر، فقط 2000 تومان به من قرض بدید، عوض شب و روز براتون کار میکنم تا بدهیم تموم بشه. من تا حالا از شما هیچ کمکی نخواسته بودم. این برای اولین و آخرین دفعه است که از شما خواهشی میکنم آقای مدیر. دستتون رو میبوسم. اگه مادرم عمل نکنن میمیره. اون سلامو سر بردی. شنوندگان عزیز، به دنبال برنامه ما که مستقیما از کاباره پخش می شود توجه فرمایید. Bambur'un altın diye, yürekler yansın diye, kızlar pazara.
به عمود گفتی؟ حالا که وقتی این حرفا نیست عزیزم. پس بهش نگفتی ها؟ اما میخواد منو لیلا رو به دانشگاه بفرسته. از این گذشته داره برای ما معلم سرخونه میگیره. بنابراین با این وضع من چطور میتونم به عمود بگم عاشق شدم و میخوام با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم؟ ها امیدوارم موفق باشی. فعلا خداحافظ. خواهش میکنم صبر کن. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. بهت قول میدم هر چه زودتر همه چی درست بشه. من به تو اعتماد دارم. اگه بدونم همه چی درست میشه صبر میکنم. زهرا چی شده؟ چرا اومدی اینجا عزیزم؟ اومدم بهت خبر بدم. حال مادر خیلی خرابه. حالش چطور آقای دکتر؟ همونطور که قبلاً هم گفتم پسرم، اگه عمل نشه ممکنه چند روز یا حتی اکثر چند هفته بیشتر زنده نمونه. بفرمایید. متشکرم. خدای من، اون همه پولو چطور میتونم تهیه کنم؟ 2000 تومان مساعده خواستم ولی بیشرما بهم ندادن. ببین چی برات آوردم. جمال. مادر. پسرم. پسرم. خبر خوبی برات دارم مادر. امروز صاحب کاباره منو صدا کرد. گفت قصه نخور کمال. برای عمل مادرت هر چقدر پول بخوای بهت میدم. شنیدی مادر جون؟ تو دیگه خوب میشی. خیلی زود خوب میشی مادر جون. مادرم رو دستم داره جون میده و من برای نجاتش هیچ کاری نمیتونم بکنم. آیه یه توی روزنامه رو ببین بخونش. یک خانواده سرطمن برای آماده کردن دخترشون برای کنکور دانشگاه به معلم خصوصی احتیاج دارن. نوشته پول خوبی هم میدن. نه رفیق به درد ما نمیخوره. با بودن اون همه استاد و معلمای درجه یک کی به دوتا دانشجو کار میده؟ مراجعه کردن که اشکالی نداره. مادر تو هم مادر منه. پاشو را بیو پاشو. بنده حتما انتخاب شدم قربان. بله بیشین بینم. بنده چطور؟ بیشین. به میگم که سکت. سلام برکردم. بفرمایید آقایم رو نوبت تشریف بیارید. حتما حتما رو نوبت بیارید. میدونید آقای اون اشکال کار شما اینه که جوان هستید. من میخوام معلم دخترام محسن باشن. ولی آقای محترم ظاهر هیچ کس نشان دهنده شخصیتش نیست. ما هر دو دانشجو هستیم. امسال هم سال آخرمونه. با تمام وجود سعی میکنیم موجبات خورسندی شما رو فراهم کنیم. بسیار خوب، مدارکتون رو بدید تا در این باره فکر کنم. را بیفت برادر، معدبانه دارم بیرون اون میکنم. خیلی مسئله میخوام که مساهم شما شدیم.
مرحمتون زیاد. تماشا کن. هی! بیچاره پرد شد رو زمین، مگه دیوونه شدی؟ چرا این کارو کردی؟ تو که رانندگی بلد نیستی چرا میشینی پشت ماشین؟ اگه مردی بی پایین تا بهت بگم. میبینی که نامرد، از نامردم این کار بعید نیست. من از شما معذرت میخوام آقا، خواهرم حواسش پرته. کجا میای؟ این کاری که تو میکنی کار دختره روسه. چی فرمودید آقای نخود لوبیا؟ این حرکات مخصوص اوناییه که ماخشون با قرمه سبزی میده. یخ کنی الهی، چقدر با مزه ای. چیجی؟ منو چرا میخواد؟ افته تو بی مزه ای. دست درد نکنه جمون، بزنش بزنش جانمی. پلیس خبر کنم؟ نه نه، لازم نیست پلیس خبر کنی. برو اون دو تا جوون رو صدا کن، میخوام اونها رو استخدام کنم. چی؟ خب آقایون، این دو تا دختر رو که میبینید دخترهای من هستن. باید اضافه کنم که اونها لوسترین دخترهای دنیا. از حرکاتشون پیداست قربان. اتفاقا شاهد لوس بازیشون بودیم. میبینم که سروازتون زیاد آبرومند نیست، باید لباساتون رو عوض کنید. گوش کن زهره، فوراً دو دست لباس شیک برای آقایون سفارش بده تا از این ریخ در بیان. چشم قربان. اگه من جای شما بودم یکی از زیرپوشم براشون تهیه میکردم. چقدر موسیقی میشن وقتی کراوات بزنن. هر دوتون خفه شید. چی داشتم میگفتم؟ آها بچه ها، منم مثل شما اهل این آب و خاکم. اینجا هیچ کسو ندارم جز یک برادر که اونم 25 ساله ازش بیخبرم. نمیدونم زنده است یا نه. دلم میخواد شما واقعا برای این دخترها معلم باشید و برای این موضوع به هر کدوم از شما ها ماهی 5000 تومان میپردازم. 5000 تومان؟ خیلی عالیه، عالیه. ما اگه در کنکور دانشگاه قبول شدن 10000 تومانم به شما پاداش میدم. حالا بهتر شد؟ مطمئن باشید یه ضرب قبولشون میکنیم قربان. یک مطلب مهم که داشت یادم میرفت. اگه لوسبازی در آوردن نگاهشون نکنید، حسابی ادبشون کنید. هیچ فکر منو نکنید، من ناراحت نمیشم. دستورات شما رو اجرا میکنیم قربان. ولی عمو جون، اونا حق ندارن ما رو کتک بزنن. آی بس دیگه، زمون درازی نکنید. از این ساعت اختیار اون دخترها دست شماست. فعلا خداحافظ. عمومون دوتا ولگرد و جای دوتا معلم استخدام کرده. باور کن چیزی نمونده که دیوونه بشم. برای فرار هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، اما هیچ امیدی ندارم عزیزم. ناراحت نباش سهیلا، اگه تا آخر عمرم هم شده منتظر میمونم. خداحافظ. راستی فریدون خان، شما یه حساب جزئی دارید تقریبا در حدود 8000 تومانه. رئیس میگه تا پیش اومدی نشده، اگه این پولو بپردازیم بهتره. نمیخواد منو بترسونیم. اگه با این دختری که داری میرخصه عروسی کنی زندگی تامینه، از زندون قبرستونم فاصله میگیری. دارم میدونستم تو این پرونده نوشتم، مشخصاتش کاملا روشنه. اگه شما به یاری خداوند بتونید موفق بشید برادرمو پیدا کنید، مطمئن باشه بسیار خوبی پیش من دارید. بفرمایید. هر خدمتی بتونم براتون انجام میدم. اگه من یک کمی دیر اومدم تو میتونی بخوابی زهره؟ بسیار خوب آقا. و تو سلیمان، در نبودن من از خونه و زندگی کاملا مواظبت کن. مطمئن باشید آقا، تا زمانی که من تو این خونه هستم نه خروس جرأت خوندن داره نه مرغ جرأت تخم کردن. آفرین آفرین، برای همین بود که به تو سفارش کردم. از معلم خوب پذیرایی کنیم. اینا باش. چرا عصبانی شدی سلیمان؟ چرا که نشم، آقا خودشم نمیدونه داره چی کار میکنه. برای این دوتا دختر جوون درست نیست که دوتا معلم جوون بیاره. خدا این دوتا پسر از شر این دختره حفظ کنه. این دخترایی که من دیدم 100 سال دیگه هم درس خون نمیشن. ما مرده و شما زنده میبینی. Thank you.
برید تو اتاقتون. این چه طرز حرف زدنه؟ گفتم برید تو اتاقتون. لازم نکرده به ما دستور بدی. مثل یه خانم خوب برو تو اتاقت. مجبورم نکن دسته بگیرم پرتت کنم بیرون. گستاخ. اعصابتو ناراحت نکن، تقصیر عموم بود که اینا رو آورد اینجا. شبتون بخیر. ماشالله خسته نباشین. نه بابا ما دیگه عادت کردیم. اون دخترها از ما آزادن. شما اینجا نمیتونی مطالعه کنی، برو تو اتاق خودت. من جای شما اینجا کشیک میدم، باشه؟ باشه. خیلی متشکرم. شما آقای کمال همون موزیسین معروف هستید؟ آه بله خانم، پس کسانی هستن که ما رو میشناسن؟ بله البته، یه مرتبه هم عکستون رو در مجله دیده بودم. فقط یه مرتبه عکسمو چاپ کردم. خیلی متواضع هستید، کمتر کسی هست که موقعیت شما رو داشته باشه و اینطور آروم و سر به زیر باشه. خوشحالم که اینو درک کردید. میبینید که فعلا تو این خونه دوتا دختر لوس و نونا رو درس میدیم. به خاطر چرا نباشم؟ شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. چیزی میخواستید بگی؟ راستش میخواستم بگم از آشنایی شما خوشحالم. خیلی هم خوشحالم، خیلی. منم همینطور. خیلی خوب، حالا میریم سر درس طبیعی. بگید ببینم لیلی خانم، حیواناتی که دست دارن کدوما هستن؟ حیواناتی که دست دارن شبیه انسان هستند و هیچ وقت از انسان جدا نمی شوند. انسان آنها را مانند خودش می بیند، ولی آنها دستشون رو بلند می کنند و دخترهای خوشگل رو می زنند. ساکت. خب حالا این مسئله رو حل کن ببینم. نمیتونم. حتی بچه های کوچیکم میتونن این مسئله رو حل کنن. این که چیز مهمی نیست. چطوری حل کنم؟ نمیتونم. که اینطور؟ نه خیر، که اونطور. خیلی خوب سایل خانم، تا وقتی که این مسئله رو حل نکنید از خوراکی هیچ خبری نیست. جدی میگی؟ الان میرم به عمو جونم میگم. آهای کجا؟ عمو جون. از این برای کتک زدن میتونی استفاده کنی جواب. قایم بزنشان. بفرمایید. بیاید بریم سر درس، خیلی عقبی. خواهش میکنم. یالا زودتر. اوضاع جغرافیایی هندوستان بگیم. من میمیرم واسه راجکاپور هندوستان. مواظب باش، بد میبینی ها. رودخانه های هندوستان رو بگیم. اول رودخانه سنگا. آهنگش هم اینه. آوارامو فرمان روای اونجا یه مهاراجه خوشگله که 25 سالشه. چه جواب های مسخره ای؟ لابد قیافه مسخره خودتون نمیدونی چه جوری. آقا معلم، آدم از خندی روده بر میشه. ممکنه وضع مالی ما فقیر بیچاره مسخره باشه، ولی قیافمون طوری نیست که کسی بتونه مسخره بکنه. حالا گوش کن، کتابتو باز کن. کتابتو باز کن ولی تنبیه میشی. چه جوانای فعال و سربراهی. من به پاکی اونا ایمان دارم، ولی نباید لحظه ای از اونا غافل شد. این چه فرمایشی آقا؟ بدون اجازه من مطمئن باشید تا یه مگس نر جرأت نداره توی خونه پرواز کنه. آفرین سلیمان، همیشه اینطور باشد. حیثیت این خانواده به دست تو سپرده شد. من یه کمی دیر برمیگردم. چقدر من مهمم خودم نمیدونم. غذاتون حاضر آقا کمال؟ مستقیم امشب رفته مرخصی. خیلی متشکرم، باعث زحمتتون شدم. اختیار داری، دیگه فرمایشی نداری. خجالتم ندید، من شرمنده شما هستم. با اجازت. خدا بگم چی کارشون کنه، قدم به قدم ما رو تعقیب میکنن. هیچ جا نمیتونیم بریم. اما من فرار میکنم، هر طور شده فردا از چنگشون در میرم. منتظرت هستم عزیزم. زندگی بدون تو برای من خیلی کشنده است، باور کن. به امید دیدار عزیزم.
بازم نمیتونه بیاد؟ یه حساب جزئی دارید آقای محترم که با باخت دیشبتون 1000 تومان شده. هنوز خیلی محل دارم. ازدواج تو با یکی از دخترای میلیونر این شهر یه دروغ بزرگه. اینو برای فریب دادن ما میگی؟ هر جور میخوایم فکر کنیم. آخرین فرصتی که داری تا آخر برجه. اگه بدهی تو ندی، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. فهمیدی؟ او قربه خیر خانم کوچولو کجا تشریف میبری؟ هیچ آقای سلیمان، دلم برای پدرم تنگ شده، یه نوک پا میرم ببینمش. تا یه ساعت دیگه برمیگردم. خیلی ازت متشکرم. خیلی خوب، برو. شما کجا؟ او قربه خیر آقای کمال، لابد شما هم دلتون برای مادرتون تنگ شده. نه آقای سلیمان خان، من دارم برای برادرم تنگ شده. خیلی وقت اونو ندیدم. تو نمیدونی برادر چه چیز خوبیه. تو یه ساعت دیگه برمیگردم، محبت تو فراموش نمیکنم. خیلی خوب برو، ولی من کلا سرم نمیره. بالاخره میفهمم سر نقد از کی. Thank you.
من نمیدونستم شما اینقدر خوش صدا هستید. بهتون تبریک میگم. خیلی عجیبه. شما اینقدر خوبم میتونستین صحبت بکنی؟ من برای کسانی که فقیر فقرا رو مسخره نکنن خیلی ارزش قائل هستم. که اینطور؟ نمیتونم تصور کنم که شما همون معلم دیروزی هستین. از اینکه من و خواهرم باعث ناراحتی شما شدیم ازتون معذرت میخوایم. منم از شما معذرت میخوام که مثل یک جنتلمن رفتار نکردم. منو ببخشید. به به، چه منظره رومانتیکی. سهیلا خجالت نکشید، ادامه بدید. فرض کنید من نیستم. منظورتون چیه؟ از اینکه این آقایون انقدر خودشونو میگرفتن و حالا با یک نگاه مثل یه بره اینطور رام شدن و مثل موم تو دست ما له شدن خوشحالم. مسخره. خواهش میکنم بی جهت ناراحتشون نکنید. منو؟ چی هست که منو ناراحت کنه؟ خیر باشه آقا معلم، چه خبر شده؟ الان میام فرید جون، تو نایت کلاب هم دیگر رو میبینیم. منتظرتم. دیر نیای عزیزم. اگه به قیمت جونم تموم بشه نمیذارم بری. هیچ غلطی نمی کنیم. اگه وقتی تو با اون پسر یه گدازاده عشق بازی میکنی من دخالت میکنم. مطمئن باش به عموم میگم. جدی میگی؟ برگرد برو تو اتاقه. چه غلط ها. من از شما معذرت میخوام. امیدوارم منو ببخشید. ولی اگه میدونستید به خاطر چی کار میکنم. میدونم. شب بخیر. مثل اینکه کارتون خوب رونق گرفته. خدا آخر عاقبتشو به خیر کنه. احمق. بهش نشون میدم با کی طرفه. خواهر تو چرا اینطوری؟ اگه میدونستی اون بیچاره با چه زحمتی زندگیشون رو تامین میکنن این حرفو نمیزدی. برو دختره ی ساده، اون با چند کلمه ی رومانتیک عقل تو رو ازت دزدیده. هیچ توقع نداشتم این حرفو بزنی. ببخشید. ولی با این اخلاقت میبینم روزی رو که تو خونه ترشیدی. خب همه دخترها که نباید شوهر گیرشون بیاد. روزگارش رو سیاه میکنم. اون حق نداره به من توهین کنه. پدرش رو در میارم. زهره. سویلا اولاق حیوان خوک. با من بودی؟ نه جونم با اون بودم. به من اولاق خیال کردم با من هستی. زهره سبینم، تو چرا داری دنبال اون دختر سجدو میزنی؟ بالا نمیدونم چی بگم، اون منو بوسیده. چی؟ هیچی گفتم منو بوسیده، فقط لبمو بوسیده. آهان این که چیزی نیست، نفهمیدم کی بوسیده. هیچ سردر نمیارم، تو با چه جرأتی تو کار من دخالت میکنی؟ تو با چه اجازه ای دوست من آلت دست قرار میدی؟ ها؟ منظورتو نفهمیدم حضرت آقا. خیلیم خوب فهمیدی، خودتو به حماقت نزن. از تو شکایت میکنم، از اینجا بیرونت میکنم. هر کاری میخوای بکن، ولی اگه بخوای با قلب دوست من بازی کنی اون وقت کاری میکنم که هیچ کس نتونه نجاتت بده. آها، پای حسادتو به میون میکشی؟ تو از حسادت چه نتیجه میگیری؟ به جای اینکه فکرتو با این حرفا خراب کنی برو درستو بخون. شب بخیر.
شنیدم 50,000 تومان دیگه باختی؟ نکنه کلاغ بهت خبر دادیم. نخه فال گرفتم فالگیر بهم گفته. اگه تا آخر برج حساب تو تا یهش آخرش ندی برای همیشه زیر خربارا خاک استراحت میکنی. وقتی فکر میکنم یه روزی میلیون ها تومن پول تو جیبم دارم و شما هم مثل سگ جنبالم وق وق میکنین خندم میگیره. یه هفته بیشتر طول نمیکشه که هم دختر هم میلیون ها تومن پول تو چنگم میفته. خیلی متشکرم زهره جان، برو استراحت کن. این وظیفه منه آقا، با اجازه شما. دختر مهربان و خوبیه، اونقدر دوستش دارم که... کجای کارین؟ فکر میکنید که فقط شما دوستش دارید، همه جوونا دوستش دارن. چی میخوای بگی؟ هیچی، منظورم اینه که یعنی منم دوستش دارم. آقا بس دیگه، من اشتباه فکر کردم. زهره اگه به من دست بزنی فریاد میزنم. فریاد بزن، هر دمونو بیرون میکنم. برای تو مهم نیست ولی برای من مهمه. تو حرف منو قبول نداری ولی باور کن راست میگم. گوش کن عزیزم، اون دختر فقط لب منو بوسید. به من چه، هر جایی که بوسیده بوسیده. برای این که ببخشمش منو بوسید، باور کن زهره. برو این چخان بازی رو برای مادرت در بیار. قسم میخورم که حقیقتو میگم. آخه برای چی باید دروغ بگم؟ من ولم کن برو. من تو این دنیا فقط تو رو دوست دارم زهره. فقط تو رو. راحتم بذار. خواهش میکنم حرفامو باور کن. به خدا راست میگم زهره. قبول کردی؟ لیله خانم، عموتون کجا هستن؟ منو احضار کردن. چیزه، رفته. چطور ممکنه رفته باشه؟ اون نوشته زود بیام. مگه این خط خودش نیست؟ خب، حالا یه دقیقه بفرمین بشینین تا پیداشون بشه. ویسکی براتون بیارم یا سیگار برگ میکشین؟ برای آدمایی مثل ما سیگار ویژه و عرق کیش میشم زیاده. چرا اینقدر تو زندگی خودتون رو حقیر حس میکنین؟ شما که خیلی مغرور هستین. آخه برای چی اینقدر غمگینی؟ من برای خودم غمگین نیستم. برای اونایی که معنی واقعی زندگی رو درک نمی‌کنن غمگینم. من برای حقیقت و درستی حاضرم جونم هم بدم. به سلامتی دوستی من. خوشحالم که منو به دوستی قبول می‌کنین. تا حالا هر چی دختر دیدم تو بهترین اونا هستی. اونقدر به هیجان اومدم که دستپاچه شدم. رقص بلدی؟ دوست دارم ولی کم بلدم. من حاضرم به شما یاد بدم، کاری نداره، بیاین. عاشقانه دل باخته، بد موقعی مزاحم شدم. من نمیدونستم شما معلم رقصم هستی. درست حرف بزن. برو بابا، تو قابل نیستی، همینشم زیاده. چرت و پرت نگو دختر. به جای این آرتیست بازی ها بیا بالا به ما درس بده و ما رو برای کنکور آماده کن. رقص بازی بسه، تو بابت این کار از عمون پول میگیری، فهمیدی؟ دست رو برو. الو؟ کی؟ تو هستی؟ دیدار آقا، دیدار سیگار بخواه. نگاه کن سیگار فروش اومد، یه پاکت سیگار ازش بگیر. دیدار بگم آقا، سیگار. نه سیگار نمیگیرم، پولشو به یه درد دیگه میذارم. بقیده من کسی که سیگاری میشه باید پولش هم داشته باشه. هرچی باشه از من پول دارتر هستی.
تو چقدر خوبی. من میتونم به تو یه قول بدم، اونم اینه که تا آخر عمر همینطور بی پول بمونم. منم گرابت به تو یه قلب شکسته که تو رو دوست داره هدیه میکنم. گرانباترین گنجینه دنیا قلبه. حالا به ثابت شد که تو از من پول دار داری؟ نه الان به خاطر یه سیگار حاضرم جونم رو بدم. سیگار بدم آقا، سیگار. معذرت میخوام پدر، کیفمو تو خونه جا گذاشتم. پول نمیخواد بشر جون. پدر جون منم میخواستم سیگار بخرم ولی پول ندارم. گفتم که پول نمیخوام دختر جون. مثل اینکه این آقا کره، صدای ما رو نمیشنوه. هی آقا ببین. چته، چی شده؟ هیچی عزیزم، فقط میترسم. میترسی؟ از چی میترسی؟ میخوان منو بکشن. کیا؟ طلبکارم عزیزم. اگه بگم چقدر بدهکارم ممکنه برات خنده دار باشه، اما برای آدم بیکاری مثل من سر قمار بخوری؟ قسم میخورم فقط برای جبران بازی کردم. چقدر؟ پرسیدم چقدر؟ 400,000 تومان. این فقط خرج یه ماه عموته، در حالی که این پول به زندگی من بستگی داره. چیکار برات میتونم انجام بدم؟ هیچی عزیزم، از تو هیچ توقعی ندارم. فقط میخوام منو ببخشی و بفهمی که خیلی دوستت دارم. همین. منظورت چی؟ میخوام فرار کنم سهیلا. من لیاقت دختر اصیل و ثروتمندی مثل تو رو ندارم. من آدم بد و بدشانسی هستم. سهیلا، یه تو تم برو گم شد. این گستاخ کیه؟ پدرم اونا رو استخدام کرده که ما رو درس بدن. پسر خودخواه و فضولیه عزیزم. جونور کثیف، ایوون وحشی. معذرت میخوام، من نمیخواستم بزنمش، تقصیر خودش بود. چرا دست از سر من ور نمیداری؟ چرا؟ چرا انقدر بیرحمانه اونو زدی؟ چرا خوردش کردی؟ حسودیت شد نه؟ آخه موضوع چیه؟ چی؟ از این به بعد میدونم چجوری وجودش با آتیش بکشم. معذرت میخوام، دیشب یادم رفت اینا رو ببرم. چه عکس قشنگیه. خب حالا درس رو شروع میکنیم. لطفا برفای من. سهیلا، گوش کن سهیلا، من باید تو رو ببینم. خودت که میدونی من چه وضعی دارم فریدون. زندگیم در خطر سهیلا. متاسفم. آخه من چی کار میتونم بکنم؟ الو، سهیلا. بازم کبوتر اون شبیه؟ گوشی دستت باشه عزیزم. آقا حسودیشون میشه، ولی باید عرض کنم که از تو خوشگلتر، خوشتیبتر و باسوادتره. به علاوه اینقدر جنتلمنه که هیچ وقت دستش به روی دختری بلند نمیشه. یه جوون مرد واقعیه. چرا این حرفا رو به من میزنی؟
اگه دوستش داری آزادی میتونی بری پیشش. نترس، مطمئن باش دیگه جلوتو نمیگیرم. چرا وایسادی؟ برو پیشش. الو، الان میام پیشت عزیزم. منتظرم باش. همین الان. من به خاطر تو حاضرم جونم هم بدم. من هیچ تصور نمی کردم که تو اینقدر با شعور باشی. امیدوارم منم بتونم یه روزی محبت تو رو جبران کنم. اگه روزی کسی پیدا شد که یه آدم خودخواه، مغرور، سنگدل و وحشی مثل تو رو دوست داشت، اون وقت جبران میکنم. دیگه کاری از دست من ساخته نیست. یا باید تا فردا عملش کنید و یا اینکه شاید بتونی از آقای فهمی قرض بگیری. من ببین اگه تو خجالت میکشی و روت نمیشه، من این کارو میکنم. نه، این کارو با هم میکنیم. نه، من نمیخوام کسی به خاطر من دستشو پیش دیگران دراز کنه. به خاطر 2000 تومان مادرم داره از بین میره. تو مگه دیوونه شدی کمال؟ چرا تا به حال موضوع رو به من نگفتی؟ نمیدونم، نتونستم بگم. میخواستم آخر برج حقوق خودم رو مختلف کنم. خنده داره. تو هنوز متوجه نشدی که وجود من متعلق به توه؟ این کار به عهده من بذاره، امشب از عموم میگیرم. راست میگی؟ من به خاطر تو حاضرم هر کاری بکنم، قول میدم. نمیدونم با چه زبونی هست. لازم نکرده قربان، این کارو برای تو نکردم. اشتباه نکن، اگه برای خودم بود حتی یه لیوان آب خوردنم نمیخواستم. اما زندگی مادر دوستم در خطر. هر کاری میکنی که شاید خودتو یه کمی بکشی بالاتر، برعکس روز به روز پایین تر میری. منظورتو نمیفهمم. نفهمیدی؟ یعنی انقدر خنگی؟ با اجازتون. چیه؟ داری فرار میکنی؟ بزن به چاک خرگوش، با نسا فرار کن. فرار کنم؟ از کی باید فرار کنم؟ از کی؟ از دست من فرار میکنی. کور خوندید خانم. از اعتراف کردن به دوست داشتن من فرار میکنی. هرگز اینطور نیست. هرگز. تو به خاطر این غرور بی اندازت همه چیزو زیر پا میذاری، حتی خودتو. تو از این که میخوایی بگی منو دوست داری فرار میکنی. تو یه آدم خشک و بی‌احساس هستی. تو چی فکر میکنه دختر؟ من از تو نفرت دارم. تو بدشانس‌ترین موجود روی زمین هستی. با این کاری که کردی قبر خودتو کندی. چه خبره؟ تو هیچ وقت اینطوری منو نمیبوسیدی. شما من خیلی دست میندازین عمو جون. بگو ببینم، هرچی تو دلت هست به زبون بیار. ما خیلی درس خوندیم عمو جون، فکر میکنم دیگه حق داشته باشیم که یه پارتی را بندازیم. نه، البته با اجازه شما عمو جون. خوشگل. نه، نمیشه. خلاصه ما امشب دوستانمون رو دعوت کردیم، میخوام یه پارتی کوچیک بدیم. باشه؟ باشه عمو. خیلی خوب، خیلی خوب، بس دیگه. الو فریدو،
تا به حرف من گوش ندی نمیذارم بری. لازم نیست توضیح بدی. خواهش میکنم. من یه دختر فقیر هستم. هیچ کار مثبتی نمیتونم برای تو انجام بدم. من چیزی ندارم به تو بدم جز قلب پاکم. ولی اون دختر همه چی داره. اون میتونه مادر تو از مرگ نجات بده. ازت خواهش میکنم منو راحت بذار. هیچ وقت با قلب دخترایی مثل من بازی نکن. خدا رو خوش نمیاد. این گناهه. بس رفته تو اتاقت، من با چشای خودم دیدم. جاش پولا رو سگ کثیف. آقای فهمی، من اگه اون خوبیا و محبتایی که من در حق شما کردم برای کثیف‌ترین آدمو کرده بودم، هرگز دست به این کار نمی‌زدم. من بدون اجازه نیومدم اینجا. سهیلا خانم منو به اینجا آورد. اگه می‌خوای تو این خونه بمونی مواظب رفتارت باش. نترس، من نمیخوام عشق تو ازت بگیرم. از شما چیزی نپرسیدم. به من گوش بده. من ندزدیدم. شما اشتباه می‌کنید. من دزد نیستم. من ندزدیدم. به خدا من دزد نیستم. تا به حال دست من به دزدی آلوده نشده. باور کنید من راست میگم. من هرگز دزدی نکردم. من دزد نیستم. باور کنید قربان، این عین حقیقته. مادرم در حال مرگه. من به پول احتیاج داشتم. سهیلا منو به این اتاق آورد و گفت عموم گفته هر چقدر پول میخواید برای نجات مادرت بردار. من به خاطر مادرم این کارو کردم. بگو سهیلا، بگو که من راست میگم. خواهش میکنم حرف بزن، حرف بزن. هیلا بگو که راست میگم. حرف بزن سهیلا. متاسفانه دروغ میگه. سهیلا، سهیلا، برای نجات خودش این حرفا رو میزنه. من به اون چیزی نگفتم. دروغه، دروغه، دروغه. سهیلا، ازت خواهش میکنم تو رو خدا حقیقتو بگو. چقدر از پولتون کمه؟ این شرف درست 400,000 تومان برداشته. جوان، پولا رو کجا پنهان کردی؟ من پولی بر نداشتم، فقط میخواستم به اندازه این که مادرم از مرگ نجات بدم بردارم. تصور نمیکنم انقدر پول برداشته باشه. آقای فهمی، شما مطمئن هستین که پولتون انقدر کسری داره؟ بله، مطمئن هستم. متاسفانه مجبورم شما رو توقیف کنم. بفرمایید. من دزد نیستم. تو که منو خوب میشناسی مفتاب. گناه ما فقط فقر ماست. ولی اگه بیچاره هستیم هیچ وقت دزد نیستیم. کسی که این وصله رو به تو چسبونده باید خجالت بکشه. ناراحت نباش دختر، کمال هرگز این کارو نمیکنه. من که نمیتونم باور کنم. حتما براش نقشه کشیدم. ولی خداییم در کاره. بگیر، بگیر، بگیرید. بازم کسی طلبکاره؟ حرف بزنید. چرا خففون گرفتین؟ نوکرای اسکناس. لطفا چند دقیقه وقتتون رو به ما بدین. میخوام یک کمی صحبت کنیم. بعد از این پولام حرف میزنن. امشب میخوام کیف کنم. دعوت ما رو قبول کنید. داری میری؟ بله. پس من چی؟ منو فراموش میکنی؟ نه، هرگز لیلا، تو و خاطرهای تو هرگز فراموش شدنی نیست. من همیشه به تو فکر میکنم. فقط یه چیز باعث این جدایی میشه، اونم حساریه که بین من و تو وجود داره. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. در مقابل این همه ثروت عمود، ازدواج ما عملی نیست. ثروت عمود به من مربوط نیست. همین ثروت عمود بود که باعث شد به صمیمیترین دوست من تهمت زده بشه. هیچ میدونی چی به سر اون پیر زن میاد؟ دق مرگ میشه.
من از اینجا میرم لیلا، ولی اینو بدون که خاطره تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. چی شده لیلا؟ هیچی عمو جون، اومدم با شما وداع کنم. چی داری میگی؟ مگه زره به کلت دختر؟ من دیگه دارم از اینجا میرم. نکنه تو دیوانه شدی، کجا میخوایی؟ این کار شما ناحق بود، من نمیتونم طاقت بیارم. میدونم که سهیلا عمدن این کارو کرده. بس کن، من با چشم خودم همه چیزو دیدم. حتی اگه منو بکشین بازم حرفمو میزنم. من حاضر نیستم این وضعو تحمل کنم. این چه طرز حرف زدنه؟ مختار چند دقیقه پیش از اینجا رفت. من اونو دوست دارم، هر جا اون بره دنبالش میرم. دختره گستاخ، تا خوردت نکردم برو تو اتاقش. هیچ قدرتی نمیتونه مانع رفتن من بشه. برو از ارث محروم میکنم. هر کاری میخوای بکن. به همه خواهم گفت این دختر برادرزاده من نیست. شما یه عمر من رو روی زانوی خودتون بزرگ کردین، چطور دیگه بیرون بکنی؟ منو ببخش دخترم، متوجه نبودم. اینجا خونه خودت عزیزم. موندن من اینجا فایده ای نداره. من میرم پیش اونایی که به خاطر نجات مادرشون و سیر کردن شکمشون و حفظ آبروشون زحمت میکشن. اون زندگی لذت دیگه ای داره. خداحافظ عمو جون. پشیمون میشی لیلا؟ منظورتون چیه؟ هیچ فکر کردی دختری که به تو 400 هزار تومن کمک بکنه خودش چقدر ارزش داره؟ مگه دیوونه شدی؟ بگی بشین. من میخوام با اون ازدواج کنم. تا وقتی که عموش زنده است این کار ممکن نیست. عموشم که حالا نمیمیره، بنابراین تو باید خیلی انتظار بکشی. اگه اون دختر که میخواد با تو ازدواج کنه یه وقت عموش از ارث محرومش کنه، اون وقت چیکار میکنی؟ تازه از کجا معلومه فردا دختر عاشق کسی دیگه ای نشه؟ جای اینکه سالها بشینی و برای به دست آوردن میلیون ها تومان پول فکر کنی و نقشه بکشی، بهتر نیست که یه دفعه اونو به چنگ بیاری؟ شما دیوونه همه چون ما میخواییم دختره رو بدوزیم. لطفا آقا رو راضی کنید. از جون اون بیچاره چی میخواستی؟ از خدا نترسیدی این کارو در حق اونا کردی؟ اونا که به تو آزاری نرسوندن، چون مختار تو رو دوست نداشت خواستی ازش انتقام بگیری. دروغه، اون منو دوست داری. الو، سایلا، گوش کن. من ببین، میتونی الان بیای پیش من؟ حرف بزن. نمیدونم چی بگم. تو که میدونی. باشه، سعی میکنم بیام پیشت. اگه کمال میدونست که تو اینقدر در حق مادرش فداکاری میکنی، اگه بهش چیزی بگه نزدتون میرنجم. هر وقت خوب شد از اینجا میرم. عمو مختار، یه خانم خوشگل مو بلند اومده میخواد شما رو ببینه. از دیدنم خوشحال نیستی؟ چرا نباشم؟ قدمت رو چشم. من همه چیزو به عموم گفتم. گفتم اگه منو به اولادی قبول نداشته باشه، حتی اگه از ارثم محرومم کنه، دیگه تو اون خونه نمیمونم. میرم پیش کسی که دوستش دارم. آقای فهمی، الان برادرزاده تو سهیلا تو چنگ ماست.
اگه به زندگیش علاقه مندی به آدرسی که میدم 2,000,000 تومان بیارید و اونو تحویل بگیرید. در غیر این صورت خودتون بهتر میدونید چه بلایی به سرش میارید. تو کی هستی؟ منظورت چیه؟ بی خود وقت رو تلف نکن. تا 2 ساعت دیگه تمام پول و نقدان به آدرسی که میدم بیار. اگه کوچکترین بویی ببریم که به پلیس اطلاع دادی دختره رو بی‌رحمانه میکشیم. دوباره به تلفن میکنم. الو، الو. یه خونه خرابه قدیمی است که خیلی تو در توه. دختره رو میبریم اونجا قایم میکنیم. حتی شیطون هم نمیتونه اونجا پیداش کنه. من با شماها نمیام. تا پول و تحویل نگیریم تو پیش ما هستی. اگه کوچکترین سوء زنی پیدا کنم یه لحظه از این پسره نباید غافل بشین. سب کن ببینم این دختره کیه؟ چرا اینطوری بستینش؟ کجا میخواییم ببرینش؟ دختره رو کشتی احمق. بلنشین ازیشه بریم. الو اداره پلیس. الو من مأمور شماره 36 هستم. زخمی شدم. خانم ناهید شما هستید؟ من همونطور که در تعقیب اون باند بودم متوجه شدم که دختر رو دزدیدن. اونا توسط فریدون این کارو کردن. همون پسره قمارباز؟ بله سرقتی هم که دیشب در منزل آقای فهمی صورت گرفته کار فریدون بوده. الو 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 اون جوانه که زندانی کردید مرخص کنید یا دختره رو نجات بدید. به خاطر زحماتی که برای مادرم کشیدی ازت متشکرم. خواهش میکنم این وظیفه من. کنین من براتون خیلی ناراحت شدم. نمیدونم با چه زبانی از طرف خواهرم از شما عذرخواهی کنم. متاسفانه دیشب خواهرتون رو دزدیدن. نه ممکن نیست. چرا؟ وسیله همون پسره که منو تو زندون انداخت دزدیدنش. گفتن اگه 2,000,000 ندم سویلا رو میکشم. اگه بخوای دیوونه بازی دراری میکشمت. برو بهش تلفن کن. A48 شنیدم. اطراف خلیج رو بگردید. بگوشم. هر کجا میخواید قرار بذارید. من پولو براتون میارم همونجا. امشب ساعت 12 صد متر دورتر از منزلتون یه ماشین با چراغ به شما علامت میده. مثل اینکه زمین دهن باز کرده و اونها رو بلیده. نکنه خدای نکرده سهیلا رو کشته باشن. A35 مادر فریبه جنایتکار هستی. هر روز آثاری به دست نیوردی. ناراحت نباشید هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. الو
الو، من کمیسر پلیس هستم، بگوشم. حرف بزنید، بگوشم. ماشین مورد تعقیب رو پیدا کردیم و خونه ای رو که سارقین در اون هستن محاصره کردیم. زودتر خودتون رو برسونید. لطفاً عجله کنین. یک رب به 12 است. برو پولا رو تحویل بگیر. باید ساعت 12 پولا رو تحویل بگیری. تا دوباره برگردی اینجا یک رب طول میکشه. من نیم ساعت منتظرت میشم. اگه تا ساعت 12:30 برنگردی نامزد عزیزتو میفرستم اون دنیا. مبادا این کارو بکنی. این تنها راهیه که باعث میشه تو پولا رو ور نداری و فرار کنی. و اینم بدون که ما در مرگ و زندگی با هم شریک هستیم. پلیس! 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 دقت کنید! دقت کنید! با شما داریم حرف میزنیم. این منزل در محاصره پلیس، هیچ راه فراری نیست. از اینجا برید وگرنه همه تون رو میکشم. گوش کنید، به نام قانون اصلاحتون رو بندازین. اگه تسلیم نشین مجبوریم شلیک کنیم. اگه جلو بیایید دختره رو میکشم. گم شید، برید از اینجا دور شید. افراد آماده باشن، همه آماده باشن. احمقای دیوونه، جوابو مسلسلشون رو بدین. حرکت، اگه جنب بخوری میکشمت. کی جایی ما رو به پلیس خبر داده؟ کی به اونا گفته که ما اینجا قایم شدیم؟ حتما خودشون پیدا کردن. برو کنار، میخوام بکشمش. مگه اول منو بکشی بعد اونو؟ به زبون خوش برو کنار فریدون، وگرنه مجبور میشم هر دوتونو بکشم. بس چرا معطلی؟ زود باش ماشه رو بکش. خیلی خوب باشه، به موقعش. Thank you.
عجب دنیاییه. یادم میاد اون وقتایی که پدر و مادرم زنده بودن و برادرم توی همچین محلی زندگی میکردیم. فقیر بیچاره رو دست بندازی؟ نه نه دختر جان، من اومدم اینجا پیش شما زانو بزنم و ازتون عذرخواهی بکنم. مسخره نکنی، خواهش میکنم. من به شما افتخار میکنم. کمال بیا پسرم. حالا نمیخوای منو با پدر داشت نکنی؟ یه کار کوچولو باهاش دارم. هرچی باشه ما آدمای قدیمی بهتر زبون هم دیگر رو میفهمیم. برای این کار اول اجازه بزرگتران لازمه. داره نماز میخونه. الله اکبر. اللهم صل الله محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت. برادر، حالا منو شناختی؟ خدایان، این حقیقت داره چی دارم میبینم؟ برادر، من تو آسمونا دنبالت میگشتم ولی روی زمین پیدات کردم. نکنه این دختر زهره رو میگی؟ برادر، من برای خواستگاری اون اومده بودم اینجا. حالا نگو که من عموش هستم و خودم خبر ندارم. چه خوب، بیا اینجا زهره جان، بیا بیا پیش عمود. عمو چه دخترم؟ نمیدونی از دیدن شما چقدر خوشحالم. خدای من. دارم دیوونه میشم. لیلا کجاست؟ مختار کجا رفته؟ چند دقیقه پیش این دیوونه ها از اینجا رفتن. رفتن؟ کجا رفتن؟ والا حتما رفتن علک دلک بازی کنن. لیلا کجا رفته؟ اونم صبح زود چمدوناشو برداشت. مختار، از اینکه تو رو از توی عروسی صمیمی‌ترین دوستت آوردم بیرون لابد ناراحتی. من با کسی که میخوام ازدواج کنم باید تمام وقتشو به من بده. ببینم، مگه من این حقو ندارم؟ نمیخوام جوابی بدی، هیچ حرف نزن. خب چرا نشستی؟ پاشو برو. سهیلا الان با تیاره میره و دیگه هم بر نمیگرده. چی؟ کجا داره میره؟
nostalgia.